چطوره که حالتون خوب باشه مثل همیشه ممنونم که کانال یوتیوب شری رو دنبال میکنید مرسی که سابسکرایب میکنید و حتما حتما یادتون باشه که زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید که از ویدیو جدید ما اطلاع پیدا کنید اما ویدیو امروزمون یه حرکت خیلی خوشگل رقص هستش که هم میتونید توی رقص ایرانی استفاده کنید هم میتونید توی رقص عربی هم توی رقص تلفیقی و فیوژن حرکت از چند تا قسمت حرکت مجزا تشکیل شده که ما اول تکه تکه اون حرکت ها رو بهتون یاد میدم و بعد حرکت رو به هم وصل میکنیم و بعدم با یه آهنگ میرقصیم فقط یادتون باشه برای اینکه بتونید توی ویدیوهای رقص ما همراه من خوب پیش برید و بتونید خوب یاد بگیرین ویدیوهای رقص ما رو از روز اول که مربوط به آموزش های رقص حرکات رقص هست و بادی موومنت رو ببینید تمرین کنید زمان بذارید و مطمئن باشید که خیلی خیلی خوب میتونید برقصید فقط باید یادتون باشه که رقص هم مثل هر هنر دیگه زمان میبره و اینطوری نیستش که اگر تا حالا نرقصیدین یه هفته ای دو هفته یه ماه دو ماه بسیار زیبا برقصین حتما باید زمان بذارید رقص هم مثل هر هنری دیگه نقطه پایان نداره همچنان باید یاد بگیرین و یاد بگیرین و یاد بگیرین که زیباتر و زیباتر و زیباتر برقصید خیلی منتظرتون نمیذارم بریم که با هم دیگه شروع کنیم خب میریم حرکتمون رو شروع میکنیم حرکتمون رو توی دو جهت انجام میدیم حرکت اول در جای بعد حر... حرکت به راست یا چپ داره و بعد چرخش حرکت اول رو نگاه کنید اول سمت چپ رو بهتون یاد میدم. پای چپ رو میذارید جلو و با شمارش یک و با شمارش دو وزن رو دوباره جابجام میکنید رو پای راست پس میشه چپ راست همزمان که دارید این حرکت رو میرید از باسن از سمت چپ یه نیم دایره میزنه یعنی باسن رو به جلو هل میدم نیم دایره به سمت چپ و عقب که الان وزنم افتاد روی پای راست پس میشه یک دو یک دو یک دو یک دو جلو چپ و عقب پس میشه یک دو حالا از اینجا با شمارش سه چهار قسمت دوم رو میخوام بگم اما قبل از اینکه بریم رو قسمت دوم بریم حرکت رو با سمت دیگه هم تمرین کنیم حرکت سمت دیگه میشه راست جلو چپ عقب پس زمانی که پای راست رو میذارم جلو با میاد جلو بعد میره سمت راست و بعد وزن رو میذارم رو پای چپ پس میشه یک دو یک دو یک, دو، یک دو یک دو پس اگر پای چپ جلو بیاد باسن اول جلو مشترک تو دو سمت بعد میره سمت چپ و بعد میره عقب اگر از این سمت انجام بدم پای چپ جلو میشه یک دو یک دو و اگر با سمت راست انجام بدم به سمت جلو یک دو یک دو اما میریم قسمت دوم حرکتمون قسمت دوم حرکتمون دقیقا جاییه که حرکت به چپ یا راست داریم و با پای ضربدر در هست مثلا اگر من حرکت اولم رو پای چپ رو گذاشتم به جلو و دای نیم دایره رو از سمت چپ رفتم حالا حرکتم در جهت تو سمت راست هستش و به این صورت که پای چپ رو ضربدر در میذارم جلو پای راست و پای راست هر... نه... یه حرکت کوچیک به سمت راست و بعد پای چپ دوباره پای راست پس میشه یک دو سه حالا این قدمشه یک کمی باسن رو هم باید حرکت بدیم میشه یک دو یعنی حرکت باسن باسن توی محور خودش چرخش داره میشه یک یعنی پای چپ به سمت راست که میره باسن از سمت چپ به سمت جلو اما بدنتون رو نمیچرخونید میشه یک دو حالا عینا میریم پای راست زب در پای جلوی پای چپ پای چپ حرکت دوباره پای راست حرکت رو دوتا دوتا انجام میدم ببینید میشه یک دو حالا دقیقا باید دقت کنید وقتی که بای راست میاد جلو زبده باسن از سمت راست کناره پا رو در واقع باید ببینید یعنی از ناحیه کمر چرخش داریم میشه یک دو پس اگه چپ بشه میشه یک دو راست بشه یک دو یک دو یک دو, یک دو. چیزی که خیلی شایع هست و باعث میشه این حرکت زیبا نباشه اینه که شما وقتی که دارین مثلا پای راست رو زب در میذارید باید پا رو پنجه های پا رو تا اونجایی که میتونین به سمت جلو نگه دارید و هرگز هرگز پا رو به این صورت نذارین به خصوص اگر مبتدی باشین پس من پا رو مستقیم میذارم اما باسن رو میچرخونم این پا میاد باسن میچرخه و همینطور چپ یک دو. اگه دقت کنید پنجه پای من م... م... به سمت مقابل هست یک دو یک دو خب پس این شد حرکت قسمت دومش حالا میخوایم حرکت قسمت اول و قسمت دوم رو به هم بچسبونیم بعد بریم قسمت سوم رو تمرین کنیم پس از سمت چپ میشه یک دو سه چهار یه بار دیگه یک دو سه چهار حالا اگه بخوام پای راست رو برم میشه یک دو سه چهار یه بار دیگه یک دو سه چهار قسمت سوممون چرخش هستش خب چرخش رو جداگانه تمرین میکنم پای چپ رو باز میکنید پای راست آماده چرخش پس پای چپ به سمت چپ کوچیک باز میشه و پای راست آماده میاد بالا وزنم رو پای چپ هست حالا به این میگن محله آماده سازی دست باز میکنید و زمانی که میخوام به چرخم به سمت راست میچرخم و پاها کنار هم و برمیگرم به سمت جلو یه دوره کامل اگر بخوام جهت دیگه باشه به سمت چپ بچرخم پای راست رو باز میکنم وزن رو میندازم رو پای راست و پای چپ آماده چرخش به سمت چپ میچرخم و چرخش تمام پاها کنار هم دیگه یادتون باشه که برای اینکه چرخش رو بخواین خوب انجام بدیم حتما حتما سریع باید سرتون برگرده و نقطه ای رو که مثلا من الان دارم شروع میکنم دارم به سمت جلو نگاه میکنم چرخش رو که دارم انجام میدم بلافاصله سرم دوباره برمیگرده و همون نقطه رو نگاه میکنه سر و عضلات کور و هسته مرکزی خیلی بهتون توی هر چرخش کمک میکنن باز هم یه ویدیو جداگانه هست مخصوص چرخش که میتونید خوب نگاه کنید و چرخش رو بیشتر تمرین کنید خب الان میریم سه قسمت رو به هم میچسبونیم بعدش حرکت دستش, رو هم میگم که چطور باشه پای چپ جلو نیم دایره یک دو سه چهار پای راست باز میشه به سمت راست وز رو پای راست چپ آماده و چرخش حالا پای راست جلو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت پس پای چپ چپ جلو با پای چپ زب در پای راست باز چرخش به سمت چپ پای راست جلو زبر در پای چپ باز وز رو میندازین رو پای چپ چرخش به سمت راست حالا یه ورژن سخترش رو هم موقع چرخش میگم میتونین حرکت چرخش سر رو هم بهش اضافه کنید که یه بار میرم فقط برای دیدم اما قبل از اون دست رو بهتون میگم زمانی که نیم دایره رو میخوایم بزنید دو تا دست میاد دو سمت پیشانی آرنج بالا میشه یک دو دست با سه چهار پنج شش یه ذره فقط بدن رو به سمت راست میچرخونیم چون میخوایم به سمت چپ بچرخیم و هفت هشت میچرخم حالا دوباره به سمت راست یک دو سه چهار پنج حالا بدنم یک کمی به سمت چپ میره چون میخوام به سمت راست بچرخم خب حالا اگر بخوام چرخش سر رو برم که توی یه ویدیوی جداگانه هم تدریس شده چرخش سر هنگام چر... چرخش میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت و بالعکس یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت خب پس بریم یه دفعه حرکت رو با همدیگه از اول دو تا جهت رو یه دفعه بدون چرخش سر میرم یه دفعه هم دو تا جهت رو با چرخش سر و بعد با آهنگ حرکت از سمت چپ آماده شروع میکنیم میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت حالا با چرخش سر یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت رقص امروزمون اینشاله که حرکت رو دوست داشتید حتما حتما وقت بذارید خوب تمرین کنید با آهنگ هایی که دوست دارید تمرین کنیم با ریتم های مختلف آهنگ آروم آهنگ تند تا حرکت خیلی خوب خوب توی تنتون بشینه روی تنتون بشینه و بتونید حس زیبای رقص رو منتقل کنید بازم ممنونم که توی این ویدیو همراه من بودین مرسی که شری ولنس رو ساب سابسکرایب میکنین ساپورت میکنین یادتون باشه که زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید که از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم توی ویدیوهای دیگه منتظرتونم